عملیات کردنهای حد با دورم یک یا مولانا یان علی حضور سلام و سپس حمد نفوزی یا فاطمه زهرا ادرسی در ساعت یک بامداد ماه 1365 در منطقه عمومی حاجی عمران و به منظور رفع اختصاصترین ارتفاعات به ویژه ارتفاع معروف در اطراف 2019 در عمق خاک عراق وسیله رزمندگان لشکر 64 پیاده کردستان اجرا گردید. یگانهایی که از آموزه و شرایط خاص آماده به رزمی برخوردار بودند با نفوذ به دل مواضع بسیار مستحکم دشمن در نخستین بامدادی موفق شدند که به فراخندی مواضع بسیار مستحکم و موانع ایجاد کنند و پس از ورود 45 دقیقه نبرد سخت و در هم شکوندن خط یکم و مواضع فراخندی دشمن در عمق مواضع فراخندی نفوذ پیدا کنند و سرانجام در نبرد به طور کامل مستحکم‌ترین مواضع دشمن رو در اتفاقات 2019 به تفاوت درآوردند. در کل کربلای 7 76 نفر ما شهید دادیم که 21 نفرش جزو همون بهمن شهدای بهمن بودن که زیر بهمن موندن. جنگ جنگ تا بیروز، جنگ جنگ تا بیروز، جنگ جنگ تا بیروز. گرفتن هدف همیشه برای عمل کننده آسونه، نگهداریش مشکله که فرمانده باید درست تصمیم گیری کنه مهرها رو کجا بذاره. ایشون روی همین تصمیم گیری درستش باعث شد که این عملیات پیروز شد و تونست نگه داره با اون پاتکایی که عراق زد، تونست ایشون هدف رو نگه داره. اینا این شکست برای صدام و لشکریانش بسیار دردناک بود. آنها نه تنها ارتفاع 25-19 را از دست داده بودند، بلکه دیگر هیچ کنترلی بر منطقه حاج عمران نداشتند، چرا که نیروهای ایرانی با استقرار بر فراز 25-19 و داشتن دید و تیر مستقیم بر کل منطقه، هر گونه تحرک را برای آنها دشوار می‌ساختند. بازپسگیری 25-19 برای نیروهای بعثی از اهمیت حیاتی برخوردار بود و آنها در مدت زمانی بسیار کوتاه 17 پاتک سنگین را علیه نیروهای ایرانی تدارک دیدند. در این شرایط نگهداری 25-19 و تثبیت مواضع زیر آتش سنگین و هجوم همه جانبه دشمن کاری بسیار دشوار بود که رزمندگان لشکر با سرفرازی آن را به انجام رسانیدند. اونایی که خبره تاکتیک هستن میدونن که انجام عملیات آفندی در شرایط زمستان و سختی سرمای خاص و برف کار آسانی نیست. در شرایطی که رسانه غربی ادعا داشتن که ارتش ایران توان عملیات آفندی ندارد، این عملیات کربلای 7 برگزار شد و توفیق بسیار زیادی رو نصیب نیروهای ایرانی کرد. وقتی ما بیش از 35 خبرگزاری بسیار جهانی بالا رو بردیم در صحنه های نبرد کربلای 7، اینها احساس کردند که توانمندی ارتش هنوز قابل اعتماد برای ملت ایران. رژیم بعث عراق که با وجود پاتک‌های سنگین موفق به بازپسگیری ارتفاع 25-19 نشده بود، به لحاظ تبلیغاتی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت و چاره ای ندید به جز مطرح کردن این ادعای دروغ که مجدداً 25-19 را اشغال کرده است. به همین دلیل نیروی زمینی ارتش به درخواست تعدادی از خبرنگاران برخی از معتبرترین خبرگزاری‌های جهان برای بازدید از منطقه عملیاتی کربلای 7 پاسخ مثبت داد. سرهنگ آذرفر نیز دستور داد این خبرنگاران بدون هیچ گونه محدودیتی از قله 25-19 بازدید کنند تا از نزدیک شاهد پیروزی ایرانیان بوده و خبر اقتدار و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به گوش جهانیان برسانند. واشنگتن پست: ایران با تصرف ارتفاعات حاجی عمران میدانهای نفتی کرکوک را تهدید می کند.
رادیو دولتی امریکا دیروز با اشاره به مندرجات روزنامه واشنگتن پست گزارش داد خبرنگاران خارجی این گزارش ها که نیروهای ایرانی را در مواضع جدید در جبهه شمال غربی دیدار کردند افزودند که عراق تاکنون اعلام کرده است که نیروهای اون کشور حمله نیروهای ایرانی را دفع کردند اما حقیقت چنین نیست. سوال کنید که رژیم عراق ادعا کرده بود که ما اینا رو تایی پاتکایی گرفتیم و شما الان شاهد چه صحنه هایی بودید از ادوات جنگی از کشته های عراق از پایگاهاشون چه ها دیدید؟ The Iraqi claims that we have recaptured this area by counter attack. What did you see? Did you see the Iraqi ammunition, the Iraqi tanks and you know personnel killed in this area? Yes, I saw the Iraqi tanks and so ammunition cascade, something like that. So, yeah. میگو بله من دیدم تانکای عراقی و مهماتشون و وسایلی که جا گذاشتن. کربلای هفت عملا نشون داد که هنوز ارتش توان پایمردی و ایستادن داره. هنوز ما میتوانیم وجدانم. بعد از عملیات فرمانده معظم لشکر تشفه بردن تو قرارگاه بنده، یه تقویمی من زده بودم به دیوار با خط مبارک خودشون نوشتن ای ره گذر به جبهه مردان خوش آمدی. من به عنوان یاد بود و یادگار گرانقدر هم روزهای عملیاتی و یادگاری از اون فرمانده بزرگوارم که هنوزم ارتباطش دارم و این نوشته اگه چیز بشه من اینو نگه داشتم.